راستی معروف که گفتیم 50 و خورده توش ویلاس همینه، اینجوری که اهالی اینجا به من گفتن هیلزش که یعنی تپه باستیش. بله. یعنی چی؟ بله اسم منطقه قدیمی اینجا سید باستیه، منطقه باستی. این منطقه رو باستیه، تپه های باستی. بله تپه هم هست واقعا، تپه جا دیدید دیگه بغل شده. ولی اینم که گوشت باستی هیلز جالب بود، مثلا اگه میگفت باستی آباد نصف چیز ارزش زمینا کم میشد. باستی هیلز الان خیلی شیک به نظر میاد. این الان مثلا چند متره؟ این ظاهرا 3000 متر خلاف داشته با اون چیز، میشه تقریبا چیزی نزدیک 6000 متر. 6000 متر که 3000 متروش خلاف بوده. ظاهرا اینجوری، حالا یه ذره کمتر بیشترشو نمیدونم. اینم بغلیشم هم... نگاه کن یکی دیگه است که خب اینها ببینید، خود یکی از همین صاحبان اینجا پیش من اومده گفت ما 12 میلیارد خلافی دادیم برای یکی از اینها، نه همشو، برای یکیش 12 میلیارد خلافی دادیم. خب سال 93 و 90، حالا اول 94 12 میلیارد تومان داده و ساخته دیگه، خلافی داده. خب ببینید 12 میلیارد خلافی یعنی اینجا چقدر قیمتش؟ تقریبا 16 نفر اینجوری که خودشون گفتن الان مستقرن، اینجا زندگی دارن میکنن. 16 نفر زندگی میکنن، یعنی از 52 تا ویلا 16 تا یا 20 تا، حالا خودشون هم تردید داشتن، دارن زندگی میکنن که ویلاهاشون مثلا 1000 متریه، تخلف از 900 متر که شما باید داشته باشه تخلف زیادی ندارن. اما برخیش نه، اینا دیگه پنجشنبه جمعه ها فقط میان و برای تفریح میان دیگه. که مثلا اونجا قیمتش چنده؟ نمیدونم قیمت محلیش، میگفتم اینجا چکی میخرم مثلا میپسنده میگه آقا 200 یا 300 یا 400 میلیون. ما از 60 میلیون تومان میلیارد 400 میلیون، مثلا 400 میلیونو بخریم. نه از از 60 میلیارد چون خودشون به من میگفتن 60 70 میلیارد شروع میشه، 100 میلیاردی داریم، 200 میلیاردی داریم، حالا برخش هم خیلی بالاتر از این حرفاست که 400 میلیارد تومان که از من بنگاه دو سه تا پرسیدن گفتن آقا چکیه بسیار به خریدارش داره. همین عدد 400 میلیارد تومان فقط برای پنجشنبه جمعه شه. بله دیگه این عددی که یعنی اینکه حالا خونه اصلی چقدره، ماشیناش، بچه‌هاش و باقی غذایا رو خودتون یه ضرب و جمع کنید ببینید چیه. برید تو فرمانیه ببینید دیگه خونه‌اش اصلی. اونجا اصلیه، اونجا سعی می‌خواید برید.